قدم اول اینه تصمیم بگیریم که سیاست ورزی کنیم، سیاست مدار باشیم به جای مبارز سیاسی یا روشن فکر منتقد یا دانشجوی پرشور و پر احساس. اینو باید تکلیفش روشن کنیم. اینم وقتی امکان پذیر میشه که همه توجهتون به ایران باشه، همه توجهتون به ایران باشه. معنیش اینه که اگر حرف حساب و حرف درست از دهن هر کسی شنیدیم اون رو استقبال کنه، نگیم بگیم این جزء طایفه بداست، این جزء طایفه خوباست. جنگ بین دیو و فرشته رو هی دوباره نیاریم جلو. ایران احتیاج داره به اینکه کاراش پیش بره، اقتصادش پیش بره، دانشش پیش بره، امنیتش برقرار بشه. رضا اینا راه حله. من اگر شخصا خودم مثلا فرض کنیم که مسئولیتم در حزب به اصطلاح در حدی بود که میتونستم نظراتم رو تأمین بکنم و دنبال بکنم، حتما یه حزبی رو میدیدم که انقدر در انسجام درونی خودش کار میکرد و انقدر در مورد مثلا فرض کنیم مسئله کشور کشورداری کار میکرد که صحبت نمون. بعضی میگن مگه میذارن؟ بله، شما وقتی مبارزه میکنین نمیگذارن، اما وقتی شما اومدین نشستین مثلا در مورد فلان موضوع مثلا رسانه ها و کیفیت کارشون و شرایطشون نشستین حرف عالمانه زدی و روش های عالمانه زدی، کسی باید دعوانه میکنه؟ فوقش اینه که میگم آقا اینو عمیقا فکر میکنم. خب عمیقا فکر میکنم دیگه راهش ممکنه این باشه که بکشنشون دیگه. کسی نمیاد بگه آقا این میخواد قدرت رو چیکار کنه. حزب هم اینه. اگر به طور اوریان هم بخوام بگم آقا حزب بدارم، اونو درش میبندم. خب دیگه یه راه های دیگه پیدا میشه. اما ما این راه رو نرفتیم. چرا؟ چون میخوام بگیم آقا مسئولیت ما حد اقلی بوده، همه تقصیر گردن صاحب قدرت هاست. پس ما روش همونو باید درست کنیم. اولین قدم برای روش اینه که باید مشخص بشه که سیاست مدار هستیم یا نه. شما الان تو محافل اصلاح طلبی بریم، غیر از فوش، بد و بیرا، ذکر مصیبت، چیز دیگه نمی‌بینیم. من تنها کسی که این وسط واقعا می‌بینم داره مثلا چی می‌کنه آقای خاتمیه، با همه این مرارت ها، با همه این چیزهایی که وجود داره رو راشو میره. آقای مهندس هم بنده خدا خیلی تلاش کرد. آقای مهندس اون اتفاقات که افتاده اینا تصورشون این بود که بالاخره نباید زیر بار زور رفت و زیر بار زور رو نخواستن برن. این جایگاه خودشو داره، عطر خودشو داره. اما این روش برای سیاست کشور مفید نبود، مگر اینکه بگیم آقا اینا همه با هم که جمع میشن، بعد یهو یه انفجار ایجاد میشه، یک تحول عمیق ایجاد میشه، همه چی خوب میشه. اون کسایی که این حرف رو میزنن بسیار منتقد انقلاب سال 1357 هستن. بله، انقلاب اسلامی. بله، اما الان توصیه میکنن چون ناتوان شدن، استدلال ندارن. بحث رهبری رو چگونه ارزیابی میکنید؟ بحث رفراندوم و عدم تحلیل مردم، تحلیل نداشتن مردم. ببینید رفراندوم بارها بارها گفته شده، شاید تو مجلس ششم چندین و چند بار ما این بحث رفراندوم رو مطرح کردیم، منش هم نرسید. و به هر حالی که اصول استفاده نشده از سال 68 تا الانه، یه اصولی است که برای پیش بینی مسائل بزرگ. 58 چرا میگی 68؟ ببخشید 50 اساسی بود. نه رفراندوم بازنگری هم داشتیم 68. بله. حالا یعنی هر شرط که ببینیم اینجا باز برمیگره به صحنه حقیقی قدرت. همونجور که شما میگی استثنا، همون هم میگین رفراندوم. این دولت که مستقره
به هر دلیلی که جایگاه خودش داره. راشد من اینجا یه پرانتز باز کنم، یه وقت میبینی آقای دکتر شما هم درنتون خیز کنید، یه وقت میبینیم میگه آقا مثلا رهبری میاد میگه آن موضوعات مهمی که در اصل 59 قانون اساسی گفته شده، موضوعات بسیار مهم سیاسی، فرهنگی، اقتصادی یا هر چیز دیگری، آن موضوع مهم رو ما نداریم که در موردش رفراندوم کنیم. یه وقت میاد میگه نه، مردم تحلیل ندارند. من میخوام در این رابطه خیلی سریع شما بفرمایید که واقعا دموکراسی از مردم تحلیل میخواد یا رأی میخواد. ببینید این روش اشتباهیه که سیاست مدار رای ما میکنه. شما به عنوان یک خبرنگار و به عنوان یک اهل رسانه کاملا به جاست این سوالا رو مطرح کنید. خب؟ و سیاست مدار باید جوابی که میگه در خور اون باشه. یعنی یه منتقد، یه برانداز، یا پلان، هر کدومشون به یه جوری صحبت. بله. از زمان برای سیاستمدار این سال یه سال ملا نقطیه. بله. یعنی اینکه فهمیدین اینجا ممکنه حساسیت داشته، نشونش میده. دقیقاً. استثنا هم اونجاست. اون یکی هم اونجاست. سیاستمدار نباید این کارو بکنه. خیلی تاکید میکنن. سیاستمدار نباید این کارو بکنه. یه سوال حالا من، شما همش از من سوال کردید، یه سوال من از شما میکنم، اونم اینه که این بحث قانون اساسی که داریم میگیم و رفراندوم توش بوده و فلان بوده و از این حرفا، جمهوریتش باقی مونده؟ نه، نمونده. چرا؟ پس ما میاییم مثلا ارز کنیم که یک قانون اساسی که توی جمهوریت نقش مردم ارکان دموکراسی بله بوده، شما باورتون نیست که نظر و تفکر آقای مصباح تحت عنوان حکومت اسلامی جایگزین جمهوری اسلامی شده؟ چرا؟ من تقریبا چنین باوری دارم. خب اگر این باور دارید پس چرا این سوال فرعی میپرسید؟ مچگیری میکنیم. آها. دقیقاً نه، درست میفرمایید شما. درست. شما درست میفرمایید. و شما به عنوان رسانه، به عنوان شما کارتون میکنید. کسی هم به شما به اعتراض نداره. اما یه سیاستمدار اینجوری میتونه فکر کنه؟ سیاستمدار میگه آقا یه قدرتیه مستقره. منم بودم. اما این تغییر و این در واقع چنج انجام شده. حالا چه کارش کنم که برگرده؟ خیلی تفاوت میکنه. ببینید آقای عبداللهی، مدت‌های مدیده دو تا نگاه وجود داره در این کشور، یا به تعبیر دو تا استراتژی وجود داره. یه استراتژی میگه آقا ما مسائلمون رو با دنیا، خصوصا آمریکا، باید حل و فصل کنیم وضعیت مناسبی پیدا بشه، رفاه، توسعه، فلان. ببین قطر چه جوری شد، ببین بله، امارات چطور بله. شد. یه نگاهه. این نگاه تلاش کرده حتی در دوره آقای هاشمی. قضیه مکفارلن یعنی ارتباط با آمریکا. بله بله. خب دوره آقای خاتمی، دوره آقای چیزی که اوجش مذاکرات برجام بوده، افتخاره. بله. و در اونجا با وجود همه حساسیت ها وزیر امور خارجه ما با وزیر امور خارجه آمریکا روزها نشستن مذاکره بله. کردن و دنبال کردن. بله. خب این نگاهه، تلاشش هم کرده، اقداماتش هم کرده، به نتیجه نرسه. نتیجهش یا بر اثر مسائلی بوده که در داخل ما حل و فصل نتونسته بوده، یا در اثر مسائلی بوده که تو آمریکا پیش اومده. آقای خاتمی داره پیش میره. آقای بوش برای اینکه استدلال رقبای آقای خاتمی رو چیکنه، میگه شما محور شرارتی. یا مثلا فرض کنیم میرم برجام همه چی میکنم، ترامپ میاد پارش میکنه. بله. این یعنی اینکه نتیجه نگرفتیم. بله. سیاستمدار معمول به نتیجه است. خب؟ بعد نتیجه بگیره. حالا
این نتیجه نگرفتیم باید بیایم زمین و زمان رو محکوم کنیم که بگیم ما خوبیم. یه اشکال داره. آقای خاتمی همین روش و رویه رو انتخاب کرد. شما مثال زدید در یک روستای رای داد. خیلی تکرار کرد این قضیه رو، تکرار کرد مچگیری نکنه، میشکون نگیره، استثباب تکرار نکنه و از روش های سیاست مدارانه پیش بره، ولی نتیجه نگرفت و الان داره نیشکون میگیره. ببینین آقای خاتمی نیشکون نمیگیره. من خیلی وقتی میگه رفراندوم شما میگی رفراندوم مثل استثبابه. ببینین گفتن این چیزه که اما اونم میدونه وقتی میگه رفراندوم تأثیر نداره، میدونه، اما بالاخره یه مواضع دیگه بیان میکنه. اما به خاطر بحث رفراندوم نمیاد مثلا فرض کنیم که کلن بازی قدرت رو بخواد به هم بریزه و مثلا چکار کنیم. نه یکی از اصوله، نه نمیخواد این کار رو بکنه. من طبیعتاً باورمونه، منم باور دارم، من شخصا باور دارم، حرف امام رو باور دارم که گذشتگان ما چکار میشه، چطور میشه که حقی داشتن بله سرنوشت ما رو تعیین کنن. به دلیل همین حرفی که امام زده من معتقدم بله جایگاه داره، اما قدرتی که الان حاکم شده و اعتقادش به حکومت اسلامیه و اعتقادش به اینه که داریم به سمت قله ها میریم به راحتی میره کنار سر این بحث قبول کنه. نه نه باید قبول کنه رفراندوم بشه. نمیکنه. بله بله. پس آقای خاتمی بازی به همزن نبوده. اگر این حرف هم زده یا مثلا داره چی میکنه، میگه که آقا بالاخره تای حرفش میگه آقا شما دارین خود براندازی میکنه، این داره هشدار نصیحت میکنه، هشدار میده، میگه خود لازم نیست دیگران شما رو براندازی کنن، خودتون دارین کاری میکنه، خودتون دارین خود براندازی. بعضی ها میگن که شاه بزرگترین رهبر انقلاب بود. خیلی خوب. اما جوابش میدونی چیه؟ جوابش اجمالا اینه که شما دلتون به حال من سوخته؟ لازم نکرده. بله. شما دلتون به حال من سوخته، من نصیحت میکنم که من خود براندازی نکنم. من خودم میدونم. میدونم دارم چیکار میکنم. پس باید راه پیدا کردیه. راه هم به این سادگی نیست. راه زمان میبره. زمان میبره. چجوری زمان میبره؟ باید همین حرف رو بزنیم. بعد به کسی که میاد تو صحنه سیاست بگید کار سیاست خیلی سخته. سخت پیچیده است. کسی که میاد وارد سیاست میشه میگه آه شما یک روشنفکر سیاست مداری، این اما رسالت روشنفکرانه نداری من. که فقط نقد کنی. باید شناخت مردم رو افزایش بدی، باید توجه کنی. مثلا فرض کنی شما به من بگی ما مگه انجمن اسلامی معلمان نداریم؟ بله. انواع و اقسام تشکل‌های فرهنگی مگه نداریم؟ بله. تا حالا از اون شنیدیم که راجع به مشکلات و معضلات آموزش و پرورش در همه سطوح حرفی بزنن و بیانیه بگن، از حقوق معلم گرفته تا کتب درسی تا وضعیت فلان بهمون. تو تلگرام یکی دو تا دیدم ولی عملا نه. بیانیه‌ای که میدن چیه؟ اونها به اصطلاح معلمانی که باشون هم نظر و هم فکر هستن در سطح سیاسی اینها رو نماینده میکنن هستن، به همین دلیل خیلی مختصرم. بله بله. به همین دلیل خیلی مختصرم. چرا نباید تا الان رفته باشن دنبال این که بگن آقا ما اظهار نظر داریم، سازمان معلمان هستیم، اظهار نظر داریم، اظهار نظر داریم. نهایتش این بوده یکی رو بفرستن تو مجلس یا یکی رو بذارن وزیر یا معاون وزیر یا فلان. مگه با این روش میشه مسائل آموزش پرورش حل و فصل بشه؟ بقیه کارام همین شکل هستش. پس نظام من خلاصه بکنم شما، اگر اومدیم تو عالم سیاست و اگر اومدیم تو عالم قدرت، گدایی رو باید بذارین کنار. چون اگه عزت نفس نداشته باشی و بلد نباشی که وایسی کار بکنی، بعدن تو هم جز آدم های ذلیلی هستی که به بستر مردم میتازی. نشستی رو این صندلی، اگه بشین رو صندلی تکلیفت روشن میشه. این که سیاست با های و هوی و فلان نرفا نشده، نمیشه، نشده، نمیشه. من باز رفرنس تاریخی میدم. آقا اومدن از مظفرالدین شاه دست خط گرفتن،
که قدرت شاه منتقل بشه به چیه؟ به مجلس. خب اینو اگر میدونستن چه کار خیلی بزرگ و مهم میکردن که وای نمیستن سرش دعوا کنن، که وای نمیستن با محمد علی شاه وایستن مبارزه کنن، بوم بندازن تو کالسکش. گفتن با این کشور یه همچی چیزی داره به خودش میره، خیلی مسئله داره باید حل کنن. اولیش اینه که مردم بی سوادن. ما باید سعی کنیم اگر دموکراسی میخوایم مردم باید سواد داشته باشن. چرا سر این نشستن مصالحه کنن؟ دومیش اینه که مردم فقر دارن. چه کار کنیم که بخشی از این مسائل اقتصادی اینا بتونه به مردم برسه؟ فکر کنم آقای فلان سلطنه و آقای چیچی حکیم باشی و فلان بهمان باشی اگه بیا تو نمایندگی تو مجلس میتونه گلستان کنه. سر اینکه کی بیاد تو مجلس زنم همدیگر داغون کردن. 10 تا دولت در کمتر از 10 سال. خب معلومه مردم زن نمیشه، میگه اینا بر خودشون بازی میکنن. دعوای اونجاست، دعوای اونجاست. بله بله. خب اینا سوابقیسیه. الان هم نه. باید یه روز بالاخره بشینیم راجع به موضوع فکر کنیم و کار کنیم، دنبال کنیم. شخصا من معتقدم راه وجود داره. راه نیست که انگشتمون تو چشم مثلا واسه کنیم کسایی که خوشمون نمیاد بکنیم، تو چشم رقیب بکنیم. خب آقا یه روش های دیگه هم هستش دیگه، خیلی هم بدیه. شخصا معتقدم ما برای مسائل مربوط به اینترنت، آی سی تی، نمیدونم دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، غیر از کسان که اصلاح طلبن حرف دارن واسه گفتن، سالها کار کردن تو این قضیه. خب یه واکنشی، یه چیزی، یه کنشی، یه روشی. هی بیان بگم آقا مثلا دماغ آقای وزیر کجه، خب به جای این بگم آقای وزیر این تصمیمی که تو گرفتی به این شکل به این دلایل اشکال داره، تبعاتش هم اینه، شما باید از حالا بپذیری تبعاتشو، گرفتار میشی. از جان که فوش و فوشکاری رو بعد بیرو بگم داریم اینجوری هم گفتن، نه این که همشون باشه. ببین اینجوری هم بعضی افراد گفتن. بله. و ما این افراد رو زیاد داریم، این افراد دور هم باید بتونن بشینن. بله بله. و صحبت کنن. من هم حرفم بود وقتی میگم دولت سایه، یعنی اگر یه حزبی بود همین آدم ها رو دور هم جمع کرد، لازم نبوده یه بیانیه سیاسی بده، میتونست یه بیانیه بده که تبعات این سیاست گذاری به این شکل در مثلا مسائل اقتصادی چه خواهد بود؟ قرآن اینه. بعد شما که 10 بار این بیانیه ها رو میخونده متوجه میبه اینا حالیشونه، میفهمن چی میگن، راحل دارن. میرفتی این ورمان صحبت میکرد اینا، بعد تو متخصصینش و غیره داره تأثیر میذاشه. الان جامعه ما تو همین زمینه چقدر به طور گسترده اقتصاد داره و شاغل داره و متخصص داره، همه اینو توجه میکنن. خب بله، همه اینو توجه میکنن. مثلا بهرحال هست و من فکر بودم با مثلا حرف های تون زدن علیه این حرف زدن علیه اون حرف زدن، من اصلاح طلبم، من اصولگرا هستم، من اینو دردی از دردهای ایران رو دوا نمیکنه. بعد به طریق اولا یعنی باید به نتیجه رسید که پس مثلا با ازار نظرهایی مثل آقای تاجزاده، آقای نصیری، مهدی نصیری، یا البته ممکنه اختلاف چیزای تفاوتای با هم داشته باشن اسامی که من میگم، ولی به هر حال ایران نقدهای تند و سخنان مستقیمی با بالاترین مقام اجرایی کشور دارن. اونو فکر کنن اگر این صحبت رو با مقام اجرایی، بالاترین مقام اجرایی کشور بزنم مثلا هم میشه. من آقای تاجزاده از رفقای صمیمی منه، همسایه‌ام هم هست، بارها به ایشون گفتم، گفتم مشه شما اینه که میگی که تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. آزمودیم این کار رو، باید روش ها رو تغییر بدیم، روش ها باید تغییر پیدا کنه. روش این دوستان
همچنان مبتنی بر مبارزه است. ما باید راه حل‌هایش سر بدیم. با مدیا و با هو و با داد و با فلان ها حل نمیشه. چرا؟ یه 100,000 نفر هوادار سینه چاک میشن، خوششون هم میاد توی حرف بزنی. وقتی هم بهشون میگه خودت توی حرف بزنی، میگه والا من نمیتونم زندان رو تحمل کنم. عجب آقای تاجده آدم شیرمردیه که اینا رو میگه میره تو زندان. بیشتر از این نمیگم. برای ایران هم سود نداشته به اعتقاد من. انشالله که آقای تاجده زودتر از زندان میایم همینجا میشینیم باشون ملاقات. یعنی سخنان تند حضرت امام نسبت به شاه تاثیر نداشت، سخنان آقای طالقانی تاثیر نداشت، کنش های آقای بازرگان تاثیر نداشت، منظور شما اینه؟ نخه، اتفاقا این مثالی که شما زدین چیزی هستش که ما بتونیم اثبات بکنیم به اینکه آقا این که شما میگین که آقا مردم همه ناراضی هن فلان هن بیسال هن اینو یا حسین دیگه یه فشار دیگه بدیم حکومت ساقط میشه، جوابش تو این چیزیست که شما گفتین. پس بنابراین اینها براندازن؟ نه، یک اینه که امام که فقط بحثش بحث افکار عمومی که میگیم نبود، شخصیت و کاریزماش چون مردم اعتماد کردن بهش. 15 سال 20 سال تو تبعید بود، نخبه های کشور میفهمیدن که آقا این آقا پای کاره. بعد اومده یه شبکه تشکیلاتی داشته. منکر این هستیم که شبکه تشکیلاتی داشت. مثل بله. روحانیت بله. و مساجد و غیر و زمان منابر 500 سال شبکه وجود داشت. پایه‌اش وجود داشت. اینا بوده. خب و غیر از اون عرض شد که اقتداری که در سیاستش دنبال میکرد تمام اینا رو مجاب کرد. آقای بازرگان رفت قبول کرد که سقوط شاه بعد ادامه پیدا کنه. آقای دکتر صدیقی همین رو چیز کرد. اون یکی همه هر کسی میخواست با امام صحبت کنه میگفت شما قبول دارین که بعد حکومت شاه دیگه تموم بشه؟ اگه قبول دارین بیاین صحبت کنیم. ببخشید چند نفر میدونستن؟ عذرخواهی میکنم، چند نفر میدونستن آقای خامنه ای در آقای خامنه ای تبعید شدن در زمان شاه؟ هیچ کس. چند نفر میدونستن آقای مثلا طالقانی؟ هیچ کس. خب آقای نه هیچ کس که میگم نه منظور نه منظور من یه مردون. منظور من یه اکثریتیه. شما درست میفرمایید هیچ کس، تقریبا باید گفت هیچ کس. همین افرادی که الان با احترام الان من ازشون یاد میکنیم و شما یاد میکنید زندان هستن، در واقع شاید همون هدف ها و همون نیت ها رو داشته باشن برای ملت. نوع ارزش هایی رو دنبال میکردن و ارزش هایی رو وعده میدادن که در واقع عنوان یک فرد ارزشی و به اصطلاح فردی که چهره واقعی اسلام رو میخواد نشون بده، اینها نه به عنوان یک سیاست یک مبارز سیاسی بودن به خاطر ارزش هاشون. آقایی مثلا تاجداده برای ارزش هایی نیست؟ کارهاش، حرکتهاش؟ چرا؟ قطعا اینجوریه. این مسئله با سیاست و سیاست مداری با همدیه جاهایی باید تلفیق بشن. درست. وگرنه پیش نمیره. درست. ببینید مرحوم طالقانی میتونست تا آخر عمرش مرحوم طالقانی پدر طالقانی باشه، اما تحت در واقع اون اتفاقی که افتاد، انقلاب و یک حکومت قدرتی که مستقر شد، دامنه آقای طالقانی چیز شد. طالقانی محبوب خیلی ملت شد. درست. بازرگان وگرنه اونا داشتن زندگی مبارزه خودشون میکردن. در زندان بودن، گاهی بیرون بودن، تو مسجد بودن، منبر میرفتن، بحث میکردن، دستشون به جایی نبود. بعدا اومدن تو قدرت، نفوذ و کلامشون بیشتر شد. بله. پس خیلی فرق میکنه که شما به عنوان یک آدمی که ارزش ها و دین و ایمان و اینا رو خیلی خوب میدونه و تبلیغش رو میکنه با کسی که در رأس یک کار مثلا کشوری لشکری هست و یک قدرتی داره، دو تا با هم دیگه فرق میکنه.
حضرت علی 25 سال سکوت با حضرت علی 4 سال حکومت فرق میکنه. ما که حالا قابل مقایسه قیاس نیست، ما و حضرت علی، اون کجا ما کجا. اما میخوام بگم اقتضاعات اقتضاعاتی است که حضرت علی حقش بوده، اما شورش نمیکنه، 25 سال سکوت میکنه با اینکه حقش، اما 4 سال حکومت میکنه، اجازه نمیده کسی بخواد بیاد مثلا فرض کنیم که با هر بهانه ای و با اسم و فلان حرفا بخواد بیاد تو به اصطلاح حکومت و اقتدارش خلل ایجاد کنه. میجنگ اگر شورش چیز بدیه، شما با حضرت امام هم نباید شورش میکردید. ما شورش نکردیم، انقلاب کردی دیگه. انقلاب بالاتر از شورش. ببین انقلاب غیر از شورشه. شورش الان هم اگه کسانی دنبال انقلابن پس تایید میکنی؟ نه، اگر میتونن همه لوازم شورش رو بشن بسم الله، اگر میتونن همه لوازم شورش منظور همین که پس یک زده ارزی که زده ارزش نیست. اما نظریه هایی که الان مطرح میشه و اینا، این انقلاب و دگرگونی رو مجموعاً مثبت نمیده. نظرهایی که حالا دیگران میگن بله، توی بله. خارج و فلان میگن آقا سعی کنی یه جوری عبور کنی، عبور کنی، انقلاب خوب نیست. اما کسی میتونه براندازی بکنه؟ کسی میتونه انقلاب بکنه؟ همه لوازمشو داره. حالا من نمیتونم مانعش بشم، خب بکن. بله. نه منظور از نظر شما پس ضد ارزش نیست، چون خودتون نه. کردین. نه من ضد ارزش نمیدونم، اما سیاست مداران هم نمیدونم. نه نمیدونم. خب؟ درسته. ارزشی میدونم احتمالاً. حالا ارزش های مارکسیستی ارزش دیگه ارزشه. آره. اما ارزش که کافی نیست برای حکومت داری کشور داری. من الان راجع به اصلاح طلبی هم که صحبت میکنم، اصلاح طلبی هم یه ارزشیه. اما چرا من خودم صحبت میکنم؟ برای اینکه مردم همه اصلاحات میخوان، تغییر میخوان، بهبود وضعیت میخوان، بهبود شرایط میخوان، پس من صحبت میکنم در موردش. وگرنه اگه مردم بگن خود شما بی خود میکنی اینجا حکومت امیرالمومنین واسه چی حرف میزنی، خب من هم مثل امام حسین سرمو میبرم دیگه. پس نه وجود داره، تفاوتی داره. ببخشید با امام حسین نباید بگم، باید بگم مثل چه میدونم یه کسی، یه کس دیگری. آره سرم میبرم. بستر وجود داره. چون بستر وجود داره چرا نباید تلاش کرد؟ چرا نباید این تغییر و اصلا یه ارزشی که آقا مثلا فرض کنم مسلمان ها میتونن یه حکومت های خوبی داشته باشه با تفکر اسلامی و نگاه اسلامی میشه یه حکومت خوب داشت، یه ارزش. بله. اما تو بستر سیاست آقای مهدی نصیری میگه که من و ما افرادی مثال میزنه، من قاله نوشتیم یکی دو تا ده تا، بعد هشدار دادیم، بعد انذار دادیم، بعد نامه خصوصی نوشتیم، نشد. مجلس ششم رفتن مثلا لوایع دوقلو اومد و اون بلا رو سرشون آوردن، حکم حکومتی نذاشت. مردم مثلا میگن رفراندوم، یا الیت میگه رفراندوم، رهبری میگه تحلیل ندارن، حرف نزنید. الان میخوام داده بیداد کنم، شما چی میگید آقای نعیمی پور؟ اون میخواد خودشو چیز کنه. نه میگه به خاطر همون هدف بزرگ، به خاطر ارزش. آقای نصیری میخواد خودش رو راضی کنه. آقای نصیری میخواد خودش رو راضی کنه، بره بکنه. ما که مدعی دیگران نیستیم. ما فوقش میتونیم بگیم آقای نصیری روش جواب نمیده. آقای نصیری شما یه موقعی اون طرف بودین، به همین شدت اون طرف بودین، به همین شدت این حرف رو زدی به صلاح به عنوان ارزش ها و اینکه نتیجه بخشی داشته باشه. رفتی رسید به این نقطه، نشد. نمیتونستین یک جماعت بزرگی از این کشور رو حذف کنید با هر شکل، با روش آقای شریعت مداری. حالا اومدین فکر کنین که آقا مقاله نوشیم، نه منظورش اینه که این روند آروم تهی شده. بله. آقای خاتمی رو مثال میزنه، میگه آقای خاتمی این کارا رو کرده. ایشون در واقع حرف کلیشونه.
آقا این نصیحت ها و پند و اندرز و اینایی که ما میگیم چرا گوش نمیدیم؟ بله. چرا به اصطلاح به بخت خودتون لگد میزنیم؟ من میگم به عنوان یه شخص شما میتونی حرف رو بزنی، خیلی هم خوبه، خودت هم راضی میکنی، اما به عنوان یک سیاست و به عنوان یک جریان سیاسی و سیاست مدار سودی نداره، چون اونی که شما مخاطبش قرار میدی اولا شما رو اصلا قبول نداره، حد اقلش اینه که شما رو جزء توابین میبینه و اصلا براش بیارزش هست. در ثانی میگه که این چی میگی؟ من قدرت رو ول کنم بدم به تو؟ برای چی این کار رو بکنم؟ با کدوم منده؟ لذا شما میتونی زحمت رو بکشی، حرفتو بزنی، اینو بگی، اونو بگی، تأثیر گذاریت رو داشته باشه، همه اینا، اون نتیجه سیاسی نداره، اون کار شما انجام. من میگم تعمق کنیم به جن که این مقاله بنویسی فلان برسیم. خب برو یه نهله رو بگی، بگو آقا توی این مملکت یک کسی بوده به نام آقای خمینی، اومده گفته آقا دین و سیاست با هم دیگه میتونن کار کنن، اسلام و فقه برنامه داره، میتونه کشور رو مثلا اداره کنه، این نظریات رو گفته اومده جلو. بعضی ها اومدن چرترش کردن، از جمله همین آقای نصیری و دوستانی که دارن، گفتن آقا ولایت باید مطلقه بشه، اومدن وایستادن این رو پادارش کردن، پایدارش کردن، محکم پاش وایستادن که مثلا فلان هستش، یه کاری هم پیش بردن دیگه، جنگ پیش رفت با همین نگاه ها و فلان به اون، این رو پیش بردن رفته جلو. حالا آقا من تو مطالعاتم به این نتیجه رسیدم که آقا اینو شدنی نیست، آقا اینو همین خطو بگیره بره و مثلا فرض کن کتاب مقاله هر چی هست بنویسه، بگه آقایون مسلمونا که دوست دارین از موضع مسلمونی برنامه بدین برای حکومت، برای حکومت و قدرت، حواستون باشه اینش خطاست اونش خطاست، اینش درسته اونش فلانه، باید بینه مستند کنه. اون میره میگه قال از صادق فلان، تو برو بگو قال واقعه گفته اونجور، تا نظریه سیاسی حکومت با گرایشات اسلامی روشن باشه، مشخص باشه، شما برو این کارو بکن. چرا باید میشه همش مثلا میگه اگه بزنم اینو داغونش کنم مثلا هم میشه؟ نمیشه، تا الان که نشده، منم چشم اندازی نمیبینم که بخواد بشه به این سادگی. بله شورش ممکنه بشه، بیان همدیگه رو بکشن فلان، اما با شورش و شورش کورور و فلان حکومت بعدی استقرار پیدا نمیکنه. همونجا بلا فاصله میگن آقا مثلا فرض کن آقای اسماعیلیون تو بشه رئیس جمهور، خانم شما بشه ملکه، ببین چه معرکه ای میشه، پس لوازم متعدد میخواد. حرف من اینه، من اصلا حکومت اسلامی رو قبول ندارم، روش هایی که اعمال میشه قبول ندارم. سکولار شدین آیه؟ اما سکولار شد. بسیار هم مذهبی هم. پس شما حکومت اسلامی رو باید قبول داشته باشید، سکولار نیست. یا باید حکومت عرفی رو قبول داشته باشید یا نه، من معتقد نیستم با این قاطعیت که بعضی میگن که آقا به اصطلاح حکومت و دین با هم سازگار نیست. اگه حکومت و دین سازگار بود حتما حضرت علی هم قبول نمی‌کرد. میگن آقا این میگن این مکتب این نظریه باعث شد که حکومت اسلامی دوباره مستقر بشه. شما میگید حکومت اسلامی قبول ندارم. اینو باید بحث کنن. من حکومت اسلامی قبول ندارم، جمهوری اسلامی که قبول ندارم. میگم منجر به همین حکومت اسلامی شده نهایتاً. اون به خاطر بی‌لیاقتی من بوده. به خاطر ناگاهی من بوده. ساده است. در دوره امام اصلا آقای مصباح رو قبول نداشت، مشربش و نه شخصش رو. نه بله نگاه آقا آقای مصباح اومده چیز شده؟ خب من بی‌عرضگی کردم، امثال من بی‌عرضگی کردم، همین دوستانی که الان مثلا چی میکنن آقا امام اومده چیز رو گفته،
یه جاش درست بوده، یه جاش غلط بوده، یه جاش اشتباه بوده، هر چی بوده. بله. خب اینو بیان بزنن در معرض دید دیگران، بگم اینش درست بوده، اینش غلط بوده. ما اگر قرارش اگر میخوان سیاست مدار باشن، یعنی میخوان بیان تو صحنه سیاست دیگه. من اگه بیان تو صحنه قدرت و سیاست، ایناشو بالکل رد میکنم، پس سکولار میشم، اصلا میگم دین و حکومت هیچ نسبتی نداره. یا نه، مثلا فرض کنیم که به اصطلاح بخش عمده از مسائل کشور ما، مثلا فرض کنیم نشأت گرفته از مثلا فرض کنیم بحث‌های دینی و ایمانی است، بله من قبول دارم، در این حد و حدود قبول دارم. بله. بگه، روشن بگه. نمیشه که بریم مثلا فرض کنیم که من حضرت آیت الله هستم، بعد به اصطلاح در حوزه حکومت سکولار هستم، اما بیان نمی کنم، مصلحت نیست. نمیشه؟ روشن باید بشه. بعضی فکر میکنن، حالا من میگم بعضی ها، نه تموم شد دیگه، سال آخره. سکولار یک فوشه، در حالی که سکولار جدایی دو تا مقوله از همه، حوزه های جداست. اتفاقا سکولار فوش نیست، اینا چیز دیگه، یک تعاریفیه. بله. چی میکنه؟ سکولار میگه آقا من حکومت عرفی رو قبول دارم و ممزوج شدن دین و سیاست رو قبول ندارم. اینو بیشتر تو غرب بوده، بین کلیسا بوده، فلان بوده، بیسان تا این تعاریف اومده. بله. الان دیگه کاملا آکادمیکه، مشخص فلان. خب الان یک کسایی که مثلا میان به اسم مثلا این کسایی که سوابق انقلابی و اینا دارن، مثل آقای نصیری، بعد بیان ادله قوی علمی بیارن بگن آقا به این دلال، به این دلال سکولار بودن حکومت ما ترجیح داره بر اینکه به صلاح اسم اسلامی رو یدک بکشه. اینا رو بگن، این حرف رو بزنن. این که ما گفتیم فلانی نکرد، این که مقاله نوشتیم فلانی گوش نداد، اینو مصلحت خودشون هم نمیفهمن، نادانن، اینو نمیدونن فلان هست، این دردی دوا نکرد و نخواهد کرد. این حتی به نظر من بعضا این هستش که یه نوع عجبه، یعنی من میدونم دیگران نمیدونم. بله. یه اشکالی داره، یه جایی اشکال داره. یکی از شخصیت هایی که به قول معروف من واقعا متفاوت دیدم، از هم از اصلاح طلبان متفاوتین و هم از بقیه منتقدین، شما هستید. من آقای عبدی، آقای میدونم اسخرزاده، ابراهیم و اینها، مثلا در مورد سفارت آمریکا که بعضی هاش میگن لانه جاسوسی، در واقع نظر دیگری دارن و پشیمان شدن و یه بعضی حتی عذرخواهی هم کردن، ولی شما هنوز میگی من اون کار رو صحیح میدانم. چه ربطی داره به این بحث مصاحبه ما؟ نه ربط نداره. خب نه، منظورم اون اصراری است که بر حالا مثلا به عنوان این، من یه دیدگاهی دارم، هر موقع زمانش شد توی مصاحبه خاص دیگه ای بفهمید من خدمتتون. نه منظورم اینه که اصلا جزء سوال ماست. آقای نصیری رو مثلا میگی تندوی نکنه، سیاست مدار من هیچ توصیه به کسی ندارم، خودش میدونه. یا میگید کلن نقد به نقد کردن حاکم تأثیری نداره، سیاست مداران رو باید رفت. آدم تکلیفش روشن نیست که این سیاست مداران رفتار کردن یعنی چی؟ ببینید، باز من اینجا تأکید میکنم، برمان یه فرد عادی، شما مجازین هرچی به ذهنتون برسه فکر میکنین رو بیان کنین. بله. میتونیم رکیک‌ترین فوشار هم به مثلا فرض کنیم بالاترین مقامات کشور هم بدیم تو صف نون و غیر و زر، اما شما یه مرد فرد عادی هستیم، برداشت‌های ذهنی و این خودتون رو ارائه میکنیم، هر چی نیست بر شما، این حق هست. حالا این حق زمان شاه اصلا وجود نداشت، اما هست، بخوای نخوای حق هست. انتقاد وجود نداشت زمان شاه، اصلا امکان نداشت شما راجع به شاه بگی بالا چشش ابروه و صدمه نخوره، اذیت نشه. حالا بالاخره من ده بله شما بودید، بعض انتخاباتی در پیش داریم. دوم این که اگر ژورنالیسم اهل رسانه این فلان، اونم یه کار دیگه است. اون شما حق دارین تیت بزنین، تیترتون فروش بکنه، تیراژتون بره بالا، مثلا مبناش مثلا بله. یه موضوع رو چیز کنه، حالا ممکنه یه فکر و ایده هم داشته باشین، دنبالش هم باشین،
فرق میکنه. یه مشروع روشن فکر هستیم، نظریه داریم، نظریه پردازی میکنیم بر اساس اون نظریه و شاخصتون دیگران رو چکا میکنیم، نقد میکنیم، مورد نقد قرار میدیم، راه اشتباهشون چیز میکنیم، اما مسئولیتی برای اینکه به نتیجه برسه نداریم. شما فقط میتونیم اون نظریات اکادمیک یا غیر ازارکتون رو ارائه بکنیم. یه زمان شما اومدین مدعی شدیم که سیاست وارد سیاست شدیم، سیاست مدار شدیم و تلاش میکنیم که بیاییم تو صحنه قدرت، تلاش میکنیم بیاییم تو صحنه قدرت، حزب درست میکنیم، نمیدونم هر کاری میکنیم، تلاش میکنیم که این کار کنیم. در این صورت این مسئله متفاوت میشه، باید انتهای مسیر هم تا حد زیادی روشن میشه، باید مشخص میشه که آقا من مثلا از این مسیر میرم به این نقطه میرسم، روش راه رفتنم اینه، روش اینم اینه، عرضم بزرگ این رو کاملا روشن میکنم، میگم میشه این شو. نه آقای نصیری، آقای تاج‌زاده و سایر دوستانی که چی میکنن به عنوان یه روشن فکر حقشونه، حرفشون باید بزنن، بگن، نقدشون رو بکنن. اونا مأمور به نتیجه نیستن در عالم سیاست و قدرت. اما اگه سیاست مدارن و میخوان دنبال کنن که قدرت برگرده دست اهلش که یکیشون هم ایشون هستش، این روش جواب نمیده و سیاست مدار توجه شدم. متشکرم. و به عنوان آخرین پرسش شما، به عنوان یک سیاست مدار، شخص آقای دکتر محمد نعیمی پور در انتخابات مجلس پیش رو برای رسیدن به نتیجه شرکت میکنید یا اگر نمیکنید چرا؟ اولا من دکتر هستم، همینجور مهندس مونم. بله. درستان این که نه دوره من گذشته، نه منظورم تایید انتخاباته، مشارکت نه. به طور کلی دوره من گذشته، ازا من نصبت نام میکنم، میخوام میام شد. سال اصلا این که من معتقدم توی انتخابات اصلاح طلبان شانسی نداره، اما بهتره که در انتخابات شرکت کنن و همین حرف رو بزن بگم. تایید میشن؟ تاییدم نشن اصلا من معتقدم تاییدم بشن ما هیچ کس نمیتونیم وارد چیز کنیم، چون هیچ مقدماتی فراهم نشده، هیچ کاری انجام نشده که بخواد. اما تو انتخابات شرکت کنن، کاندیدا ندارن اما صندوق تعطیل نمیکنن. چرا؟ دلایلش 100% سیاسی نیست، دلایلش که من حرف دارم تو ساحت سیاست، یک فرصته، تو این فرصت حرفمون رو میتونیم بزنیم. بله بله. اما اگر این به اصطلاح حرف و اینو در این حد باشه که حل من مبارز به طلبه، درست نیست. بیان این انتخابات چی بکنیم، بگیم آقا این حرف ها رو داریم، مثلا من در مورد رابطه با آمریکا این حرف ها رو دارم، چون اونورم میگه آقا شما دیگه شیفته آمریکایی، میگه هر کاری بشه فلان میشه، میگه نه من شیفته آمریکا نیستم، به این دلیل، من به این دلیل میگم منافع ملی رو اینجوری تشخیص میدم، گروه این مسئله است و تو این منافع ملی این گونه ارتباط با آمریکا میتونه بله مثبت باشه و فراهم بشه. به این دلیل معتقدم که بله این فضاست، شما میتونید که چیز بکنید، وایسین هفتتون بزنید. اگه میخوان بیاین وایسین دوباره دعوا کنید، به نفعتون نیست. حتما همین حدی هم که تحرکی داره، اونم جلوش رو میگیرم. اصلا نباش، تشکر میکنم از حوصله که به خرج دادید. شما وارد قضیه سفارت آمریکا نشدیم، انشالله یه برنامه اگر افتخار بدید ما در خدمتتون باشیم و اون رو از بعد تاریخی با هم بررسی بکنیم. حالا اگه حرف ما به درد کسی بخوره، تاریخ شفاهی است و واقعا خوبش که یه حرف رو یه دنیا پس هم بعد بی رو به اون میگن، خوبش اینه که بعضی ما رو محدود رو دم طوری نیست، اما اینا رو یاد گرفتیم میگیم. بله. طوری نیست. خسته نباشید، ممنونم از حوصله و وقتی که برای برنامه به خرج دادید. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز که ما رو دنبال کردید و برنامه های روشنسر رو تا اینجا
در فاز دوم و فصل دوم که فصل انتخابات هست دنبال خواهید کرد. ممنونم.